زنان کشور نیز از تخصیص دارایی‌های افغانستان به قربانیان حمله های 11 سپتامبر سخت خشمگین شدند. آنان در یک گرد همایی در کابل اعلان کردند که دارایی‌های مسدود شده افغانستان حق افغان هاست و نباید زیر هیچ نامی از آنان گرفته شود. با یو شتمن هیواد ده ولس ده خلی مره یخلی او ده دسترخان نای دوده پتوی او ده جنگی غرامت منده. حال ده چه ده جنگ پوریست تراو نلری. خواست این بانوان از جامعه جهانی آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان و کمک به اقتصاد در حال رکود این کشور هست. پیشنهاد میکنیم و با اونجا اعتراض میکنیم که پولای افغانها را هر چی زودتر آزاد بکنن و به دسترس مردم افغانستان قرار بدن تا ما هم بتانیم از این بحران اقتصادی به یک سمتی که بالاتر و رفاتر از برسیم. در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه با شارژ دفیر سفارت ایالات متحده در دوحه دیدار کرده و فرمان اجرایی جو بایدن را درباره پول افغانستان غیر قابل پذیرش دانسته است. اما این دیپلمات آمریکایی میگوید که از فرمان رئیس جمهور بایدن برداشت نادرست شده است. از سخنان رئیس جمهور بایدن درباره ذخایر ارزی افغانستان در رسانه ها برداشت نادرست شده است. ما روی راهکار کار میکنیم که احتمال دارد بر بنیاد آن یک بخشی از این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار داده شود. افغانستان یک کشور مصرفی است و تماما کالای مورد نیازش از بیرون از کشور وارد میشه. هر از گاهی که پشتوانه پولی ما از بین بره بدون شک که افغانی در مقابل اسعار خارجی به شدت افت میکنه. که آیدی نماینده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در این باره واکنش نشان میدهد. از دیدگاه من پرداخت پول افغانستان به خانواده های قربانیان حمله های 11 سپتامبر یک تصمیم نادرست است. افغانان مسئول این حمله ها نبودند، بل القاعده بود، پس نباید آنان مجازات شوند. با وجود انتقادهای گسترده از امضای فرمان اجرایی جو بایدن برای تخصیص بخش از پول افغانستان به قربانیان حمله های 11 سپتامبر، تا کنون از احتمال ملغا شدن این فرمان خبری نیست.